امروز دو تا قصه داریم که من خواهش میکنم هم بچه ها ما رو تماشا بکنن و هم حتما پدر مادر اونایی که حالا در شرف ازدواج نمیدونم انواع و اقسام آدم هایی که دارن ما رو تماشا میکنن امروز بیننده ما باشن ما خیلی خوشحال میشیم. بچه ها سلام. سلام. خیلی خوش اومدید. ممنون. خیلی خیلی لطف کردید. ممنون. سه تا دیگه به سه تا تو میتونیم بگیم نوجوان؟ تو دیگه فکر کنم جوان شدی دیگه ها، داری پیر میشی. خیلی خوب. بزرگتر؟ جان. کی بزرگتر جان؟ شما هستین. بفرمایید قربان، اسم فامیل شما؟ محمد وصالی. آقا محمد وصالی گل. بذار حد بزنم تو یا تو فکر کنم تو بزرگتر بشی. درسته؟ ظفر زیم قدم. ظفر. محمد ظفر شما آقا؟ مسعود فاطمی زاده. آقا مسعود گل. محمد. ظفر، مسعود به ترتیب سنی. چیکار می‌کنی الان؟ درس. بس. درس سوم دبیرستان. این دفعه برعکس شروع می‌کنیم، از کوچیک‌تر شروع می‌کنیم. مسعود چی می‌خونی؟ درسم. کلاس چندم؟ پنجم. پنجم. مسعود استرس داره، تابلو کاملا ملموسه. آره؟ نه. سختته؟ نه. کیو می‌خوای حس کنم در برنامه؟ این اختیار رو دارین. ما اصلا این کار بسیار بسیار آوانگاردی که انجام میدیم اینه که به مهمونمون اختیار بدیم که یکی از عناصر صحنه رو حس کنه. خودمون روزو نریه که بگه مجری ها چقدر بد میشه. شما چه می‌کنید؟ من تحصیل. کلاس چندم؟ کلاس میام سوم دبیرستان رشته انسانی. سوم دبیرستان رشته انسانی. ما هوای تو رو دارم چون هم رشته سابق خودم بوده انسانی. محمد من معماری میخونم. تو معماری میخونی؟ سال آخر معماریم بعد دانشی. هنرستان. یعنی هنرستان میخونی؟ بله. سال سوم رشته معماری. چطور معماری؟ معماری شغل خوبیه دیگه. آیندهش میگن خوبه. کی میگه خوبه؟ مشورت کردم. با کی مشورت کردی؟ آفرین. مثلا مشاور مدرسه یا بزرگترا دیگه کلا. بزرگتر که یک باشه مشورت. بزرگتر که باشه مشورت میکنی یعنی چی؟ بعض موقع نیست. یعنی چی بزرگتر نیست؟ یعنی پیدا نمیکنی بزرگتر؟ بله. بزرگتر نظر تو کیه؟ پدر مادر. خب تو پدر مادر؟ بله. نمیدونم. چقدر زود خودش رفت سر اصل مطلب قصه ما. خیلی خوبه. من خواستم کلا حرفای حاشیه‌ای یا این حرفا بزنیم و اینا. مسعود چرا اینجوری نگاه می‌کنی منو تو؟ چجوری نگاه کنم؟ ظفر تو چی؟ بزرگتر. پدر مادر. نه من پدر مادرم ندارم نمیدونم. به خاطر اینم رشته انسانی انتخاب کردم چون وکیل شدم خیلی دوست دارم وکیل بودم. چون پدر مادر نداری دوست داری که وکیل بشی؟ نه چون پدر مادر که اصلا ندارم. بنا به خاطر این رفتم رشته انسانی که دوستان وکیل شم. وکیل بشی که چیکار کنی؟ وکیل که وکالت کنم. مثلا از حق به کسی دفاع کنی؟ بله. دزی؟ ما دکتر. ما دکتر. به 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 به. تو هم که پدر مادر نداری؟ نه. تو میدونی تاریخ دقیق تولدت کیه مسعود؟ بله. تو جزء کدوم از دسته از بچه هایی؟ یعنی بچه بودی که سر را گذاشتنت؟ بله. کجا میدونی؟ بیمارستان. کدوم بیمارستان؟ آسیه. تهران؟ بله. چه سالی؟ 1377. 1377. یعنی مسعود خوشکل توپولی ما رو سال 77 پدر مادرش میذارن تو بیمارستان و میرن. بله. محمد تو چی؟ من؟ نه من با مثلا عمه اینو داشتم خیلی واسه مثلا زحمت کشیدن اینا من خودم خواستم که برم اونجا راحت ترم کلا از همه لازم. پدر مادر تو کجا؟ نمیدونم. نمیدونی؟ نه. خب تو کجا بودی وقتی به دنیا اومدی کجا بودی میدونی اینو؟ نه. یعنی تو هم سر راه گذاشتن؟ نه. پس چی؟ خونه فامیلا. الان اقوام و دوست و فامیل تو کی داری؟ دارم. فامیل کی داری؟
دارم دیگه، همه دارم. شما فهمیدم. عمت کجاست؟ یعنی چی کجاست؟ عمت کجا زندگی میکنه؟ آدرس؟ آدرس دقیقش آنه، آدرس دقیق عمت تو نده، ولی به کجا زندگی میکنه؟ شهر زندگی میکنه؟ تهرانه؟ تهران زندگی میکنه. حرفتو عوض داری میکنی؟ آره. کی؟ داری حرفاتو عوض میکنی؟ نه؟ اشکال نداره، هر جور راحتی، هر جور که دوست داری اشکال نداره. پدر مادر تو چی ظفر جان؟ من پدر مادرم نمیدونم، ولی میدونم رها شدم. ظفر دقیقاً میدونی کجا چه جوری؟ نه، خیلی کوچیک بودم. نه بهت نگفتن که مثلا تو رو کجا پیدا کردن؟ نه، فقط چند خیابون پیدا کردم من. نمیدونی کجا دقیقاً؟ نه. بعد تو خیابون پیدا کردن، گذاشتن توی شیرخوارگاه یا اول گاندی بودم، به سیسی گاندی بودم، بعدن شیرخوارگاه منو. تو تاریخ تولد دقیقتو میدونی؟ دقیقشو، روزشو میدونی؟ روزشو 31/5 74. آها 31/5/74. و تو هم که دیگه میدونی دیگه. بله. برسیم به این که یواش یواش قد کشیدین و خواستیم بریم مدرسه و توی یه ایامی که بچه‌ها میتونم راجع به این صحبتتون راحت حرف بزنم دیگه، من قبلش هم با شما صحبت کردم، اجازه گرفتم ازتون که اصلا دوست داریم وارد بشیم یا نه. حالا محمد هم تا اونجا که دوست داشت راجع بهش حرف میزنیم با هم دیگه، اونجا هم که نخواست میتونه تعریف نکنه. هر جور دوست داشتین سختتون بود، محمد راحت به این که من دوست ندارم راجع به موضوع صحبت کنم، اصلا اجباری نیست. همین که شما اومدید که ما راجع به این موضوع با هم حرف بزنیم خودش یه دنیاست و من میخوام تو این برنامه به این نتیجه برسیم که بچه‌های مثل شما میتونن خیلی بتازن در عرصه‌های مختلف و خدای نکرد حواس خودشون به خودشون نباشه ممکن اتفاقات بدی بیفته. فعلا که ما یه دکتر داریم، یه وکیل در آینده، محمد نمیدونم خواهد چیکار کنم. من بیشتر دوستم فوتبالیست بشم. همون دنبال پول و شهرت و بنز و این چیزایی. چرا؟ چرا میخوای فوتبالیست شی؟ نه کلا فوتبال دوست دارم. میخوای بیشتر دیده شی؟ نه. شاید هم یکیش همینه، مثلا فردا روزی به یه جای رسیدم بتونم بگم مثلا چی بودم چی شدم. خب تو چرا الان به من نمیگی دقیق راجع به گذشته؟ سختته؟ بله. یه بار دیگه بگو سختته؟ بله. آخر طيب پس ما دیگه راجع به اون اصل ماجرا و شروع قصه تو حرف نمیزنیم چون دوست نداری راجع به صحبت کنی. خیلی از بچه‌ها که دارن شما رو تماشا میکنن یه تصاویر تو ذهنشون هست راجع به کوچولو موچولی بودنشون، حالا بغل پدر مادرشون اینا. بچه‌ها اصلا نمیخوام شما رو ناراحت کنم و برعکس میخوام خاطر خودم، جامعه و کسایی که دارن ما رو تماشا میکنن ناراحت کنم، برای اینکه حواسشون به شما خیلی باشه. خب چون میدونم شما خیلی خوشروحیه. اون فاصله زمانی که کوچولو کوچولو قد میکشیدین و باید بغلتون میکردن و قُر میزدین و نمیدونم باید عوضتون میکردن از این قصه، چی تو ذهنتونه؟ یعنی تو همون فضای حالا شیرخوارگاهی که بودین، حالا از 2-3 سالگی که خب معمولا کسی یادش نمیاد، من که تا 6-7 یادم نمیاد، چیز عجیبیه واقعا و ببخشید که دارم اجرا میکنم این برنامه رو، ولی همون مربی ها رو همون پرستار رو تو ذهنتون هست؟ ظفر رو من بگه هم. چی تو ذهنت میاد؟ خواب داشتیم شیرخوارگاه، بخش بخش بود، بخش زرد بالا بود، همجور زرد بالا نوزاده بودن، بخش صورتی، بخش آبی، قرنطینه ما بخش آبی بودیم، بنا اتاق اتاق بود، بچه ها بودن، مربی ها بودن. تو محمد تو هم آمنه بودی؟ من نه. من کوچولوی تا 6-7 سالگی کجا بودی؟ 6-7 سالگی تا دوره مدرسه، یعنی از یک تا مدرسه تقریبا پیش عمم بود. آها خوبه، تو داری یه قصه جدید کلا میسازی. تو چی؟ من به لیست شیرخوارگاه آمنه بودم. آها تو هم شیرخوارگاه. میخوام از خود محمد شروع کنم. محمد اولین جایی که احساس کردی که خیلی بزرگه جای خالی پدر مادرت کی بود؟ من تازه فهمیدی که یه چیزی کمه تو زندگی من، نه پدری هست نه مادری، تا قبلش احساس نکرده بودی. زمان بیشتر بچگی بود دیگه، چون الان دیگه الان هم هست، آدم یه نیازایی داره عاطفی به هر حال بعد برطرف شد. بچه بودیم یکم بیشتر بود، مثلا دوست داشتیم یکی نازمو کنه میکردن ها، ولی اون نبود، نازم نبود، فرق میکنه دیگه. ناز با ناز فرق، مثلا یکی شما رو یه جوری چیز میکنه ناز میکنه، پدر مادر یه جور دیگه.
کلا فرق میکنه. ما راحت حرف بزن. راحت. راحت. انقدر دنبال واژه نگه. هرچی دوست داری بگو. چی؟ مثلا تو چی؟ اول اینجا که فهمیدی؟ اه؟ من مامانه نیست. اه؟ پدر ندارم. که موقعی که وارد بهزیسته شدم. یعنی چند سالگی دقیقا؟ از فکرم نوزاد بودم. از نوزادی یادت میاد؟ نه از نوزادی یادم نمیاد، ولی از نوزادی رفتم تو بهزیسته. میدونم اونجا که خودت احساس کردی که نیست، یعنی کسی که تو شهر تو کوچه این ور اون ور همه یکم بزرگ شدم بعد فهمیدم تم نه مادرم نه پدر نه خواهر نه برادر. زفر تو چی؟ من دوران راهنمایی بود. تا دوران راهنمایی یعنی خیلی برات این درد ملموس نشده بود، این جای خالیه رو احساس نکرده بودی. بعد چی شد دوره راهنمایی که یهویی احساس کردی یه خلأ بزرگی وجود داره؟ کم بوده عاطفه، احساسی، کمک، مثلا سایه کسی بالا سرمون باشه کمکمون کنه دیگه، اینا شد که بچه‌ها بچه‌ها مدرسه های عادی مثل بقیه میرین دیگه، درسته؟ همتون دیگه ها. تو دوران دبستان یواش یواش که صحبت از امضا کردن نمیدونم دیکته گفتن و رضایت‌نامه ولی و این حرفا شد، چه ماجرایی برای شما پیش میومد؟ از ظفر شروع کنیم. ظفر تو بگو. ما ولی که نداشتیم، میدادیم مربیامون امضا میکردن. با بقیه بچه‌ها چی خودتون رو مقایسه نمیکردین؟ با بقیه بچه مدرسه. آره. من مقایسه که نمیشه که، آره چرا مقایسه نکنیم؟ مقایسه میکردیم ولی مجبور بودیم که بگیم دیگه مامان بابا. بعد اینو قایم میکردین از بچه‌ها؟ ما تو قایم میکردی به بقیه هم کلاسات نمیگفتی؟ بله. امضا و مثلا اینا هم خودم میکردم. خوبه داره صادق میشه، داره یواش یواش صادق. خود جای مامان بابات امضا میکردی؟ تو چی مسعود؟ من هم میدارم مربیام امضا کنم ولی که نداشت. بعد میگفتی اینو به بچه ها، به همکلاسی، به رفیقات که من پدر مادرم نمیدونم کجان و چی هم؟ نه همشه قایم میکردی؟ قایم هم که نمیکردم، فقط معلمم میدونست با مدیرمون و نازم. تو چی تو ظفر دروغ میگفتی؟ آره من بچه ها نمیگفتم. چی میگفتی؟ مدیر اونا که میدونستن چون واسه سفتان هم بالاخره باید میرفتیم. به دوستات مدیر اونا کاری ندارم؟ مثلا میگفتم خونمون اینجاست، مادر پدر دارم، یه خواهر دارم، یه برادر دارم. تو خالی میبستی؟ نه خالی. این فهم میکنه هرچی مثبت‌تر باشه بهتر. مسعود محمد تو چی؟ ساخته بودی از خود از تو ذهنت یه خانواده رویایی ساخته بودی؟ ظفر خیلی راحت گفت، گفت آره گفتم خونمون اینجاست، یه خواهر دارم یه برادر دارم. تو چی ساختی واسه خودت؟ آدم گوش نمیشه دروغه. نمیتونی همون دروغه رو واسه هم بگی؟ خیلی گند. خیلی گند است ها. یه کوچولوشو بگی دوست داری. به ظفر گفت، به دوستاش میگفته آره من خونمون اینجاست، پدر مادر دارم، یه خواهرم دارم. مجبور بودم مثلا. چرا مجبور بودی؟ میخوام ازت بپرسم چرا مجبور بودی؟ خب به هر حال نمیخواستم بفهمم احساس ترم کنم. من همه چی مساوی بود، حتی شاید بهترم بوده بچه هایی مثلا بیرون، بچه هایی که میام مثلا رفیق بهترم بوده. آره ظفر تو هم نظرت اینه؟ همینجا من خواهیم دوستان داشتم بچه بلینم اصلا بهم ترمم کنم و دوستان جدا، از دوستان جدا شم. مثلا میگفتی میگفتن اه اینو نگاه کن بچه کداست، ننه بابا نداره، از اینجا رفت. ما تلخترین حرفی که شنیدی چی بوده؟ راجب همین قصه نازممون جلو همه گفت. گفت پدر مادر نداری؟ یه چیز تیم آیا تازه این خوبشه که من گفتم دیگه. ها تازه این خوبشه که من گفتم. مسعود تو چی؟ به من فوشو می‌خواستی بگی؟ فوشو من شنیدم گفتی بگی. نه نازم مدیرمون اینا مثلا گاهی وقت آبرومونو می‌بردن جلوی بچه‌ها دیگه. مثلا ننه بابا نداره، تا زنگ می‌زنم به اونجا به زستی زنگ می‌زنم که بیان جمعت کنن از این چیزا. دستش ناراحت یا دست نازم مدیره ها؟ من مدیرم با الان. تو هم مدرسه ای؟ نه دیگه دیگه دارم میرم و راهنمایی دیگه تموم شد. خب همون چون کار تموم شده دیگه خیالت راحت داری زیرا بشونه میزنی.
این بچه ها دارن صادقانه حرف میزنن، لطفا کسیش بر نخوره، فقط حواسمون باشه که باید چی کار بکنیم و چی بگیم بهشون، از همه مهمتر. هیچ کدومتون نمیدونین چرا پدر مادرتون ولتون کردن؟ ظفر میدونی؟ من نمیدونم، ولی اونجوری که من شنیدم مثل که پدر مادرم بعضن بعضشون بد نبوده، ولی به خاطر محدودیت جسمی فلم کردم مثل اینکه بچه بودم دیگه نمیدونستن که بزرگ میشم مثلا درس میخونم، نه فکر کنن معلولی چیزی میشه، بخاطرم فکرم فلم کردم. خودم هم چی فکر رو میکنم. پیگیر شدی که تو که عشق وکالت هم داری، پیگیر شدی پیداشون کنی یا ردی ازشون بزنی؟ هیچ ردی داره، پیگیر شدم، خیلی پیگیر شدم، ولی هیچ ردی مثل ازشون نیست. ماما تو چی؟ این چی؟ تو چیزی میده اصلا برات مهم نیست؟ فهم میکنی دلیلش چی بوده؟ دلیلش؟ من؟ دلیل این که مثلا چیز شدم؟ نمیدونم، هر کی چی تصادف کرده مثل اینکه جو یعنی الان زندن یا مردن؟ مردن. مسعود تو چی؟ من بگم دلیل بوجه نداشتن. بودجه نداشتن؟ از کجا اینقدر قاطعانه میدونی که به خاطر فقر تو رو ول کردن؟ چون حتما زیاد داشتن برادر خواهر، بعد دیگه من دیگه ول کردن. الهی قربونت برم. اینقدر مطمئنی؟ بله. الان مطمئن باشه اگه ببینن تو رو حسرت میخورم. بچه ها میمونم حرفی که دارم میزنم یه ذره از چیزایی که تو ذهنم بود فاصله گرفتم، برای اینکه الان درگیرم از نزدیک با شما و ببینم چرا انقدر شما رو دوست دارم تو این فاصله که با هم دیگه حرف زدیم. ظفر میخوای با شما حرف بزنی؟ تو یه نشونه خوب داری ها، میدونی چی میگم؟ تو پدر مادرت ولت کردن، رعات کردن، اما تو یه نشونه ای داری که خب مثلا شاید مسعود نداشته باشه، محمد نداشته باشه، خیلی دیگه بچه هایی که مثل شما هان بچه قنا زوم میکنن، شما رو دارن نگاه میکنن. اولا من بگو که نمیم سوالم شاید احمقانه باشه، بخشیدی پدر مادر تو؟ دروغ نگو دفعه. نه بخشیدم. یه نمیدونم، شاید خدا بخواد این اتفاق، نمیدونم. دستاتو بگیر بالا، انگشتو بگیر بالا، دستاشو بچه ها نشون بدین. من مطمئنم پدر مادری که ظفر رو گذاشتن سر راه و رفتن این نشونه رو هرگز فراموش نمیکنن، چون ظفر خوشگل ما دو تا انگشت نداره و در هر دو دستش، و این نشونه نشونه بزرگیه و جز بچه های ممتاز هم هست و خوشون حرف بزنی؟ دوست داری؟ تو شماره یک دوربین اون قشنگ جل بزن، هرچی دوست داری بهشون بگو. شاید اتفاقی نمیدونم، خدا بخواد تو رو عبوری نظری گذری دارن تماشا میکنن یه جا، نمیدونم کجا، باشون حرف بزن، فکر کن دارن تو رو نگاه میکنن و تو هیچ ردی خبری ازشون نداری، ولی میدونی که تو رو سر راه گذاشتن و دلیلش هم قاطعانه نمیدونی چیه. صحبت فقط بیان بشن. امیدوار هستی پیدات کنن؟ من مطمئنم تو انقدر خودت کارت درست میشه از اون وکیلای زبل زرنگ خودت پیداشون میکنی، من شک ندارم. محمد تو که کلن قصه رو تعریف کردی و تحریف کردی و گفتی که پدر مادرم فوت کردن. بله، تصادف. بله. مسعود من عاشق صداقت تو هم، قربونت برم، با این دوربین نگاه کن، شاید الان کسای پدر مادری تو هم که تو رو سر و گوشان دارن نگاه میکنن. تو بالاخره اگه مگه میشه مادر دقیق بشه؟ بچا بستم بدین، اگه این نشونه تو صورتش نگاه میکنن، نمیدونم خال داری تو صورت مسعود؟ مسعود حرف بزن، با این دوربین نگاه کن، این دوربین یک چی بگم، فقط دوستم میام بشنم. ازشون خیلی ناراحتی؟ نه نه کو مسعود، نه حتما خب دلیلی داره که نزنیدم من نگذارم. بچه شما حالتون بده که اینجوری؟ نه مسعود چرا خوشحالی تو انقدر؟ مسعود آرزو چیه؟ دکترشم. این دکتر علیکیه که همه میگن؟ نه دکتر چی چیکار کنی خب؟ دکتر نه که دکتر دندون پزشم. دندون پزش محمد؟ من بزرگترین آرزو اینه که فوتبالیست شم دیگه.
چون واقعا دوست دارم. یعنی فوتبال رو درس. بعد اگه فوتبالیست چی معروف شدی دیگه، مثلا عکس تو روزنامه ها و به اون چیز داشتم فکر کردم، مثلا را برا مثلا عادل فرسی پور تو 90 به تیکه بندازه و اینا، مثلا اینقدر معروف شو اینا، بعد بازم راجع به گذشته یه قصه و یه داستان الکی میسازی یا نه؟ من جدی؟ نه. دوست داری اگه خیلی معروف شدی کتمان کنی گذشته تو؟ اون موقع دیگه با افتخار میگم. آها، با افتخار که روپای خودت وایسادی. ظفر تو چی؟ آزم خوشبختم. خوشبخت چی؟ خوشبختی تو چی میدونی ظفر؟ خوشبخت اولش که تو دیگه تو این جامعه هم پول کار خوب، خوشبختی اول وکیلش هم تو خوشبخت. بچه کدومتون دوست دارین زودتر ازدواج کنین تشکیل خانواده بدید؟ من. آره ظفر تو؟ دوست داری بچه زیاد داشته باشی؟ نه زیاد. چند تا بچه؟ یه پسر دختر. تو چی ماما؟ چی؟ تو دوست داری زودتر ازدواج کنی؟ نه معلوم، از مدل ماد معلوم که حالا ازدواج نمیکنی. تو چی؟ منم به تو دوست داری زودتر ازدواج کنی؟ بچه چی؟ بچه زیاد میخوای؟ نه زیاد. چرا؟ چون پولش نه بهترین حرفا رو محسود میزنه، از یه آدم مختصد اینقدر هم صادقه درست میگه، راست میگه. توی گرونی که بچه زیاد میتونه نگه داری کنه. یارانم آخه اومده میگه یارانم اومده. خیلی خوب بچه، من از شما خیلی ممنونم و میخوام از شما خداحافظی کنم. امیدوارم که به آرزوهای بزرگتون برسین. یه چیزی محمد در دل همه حرفاش گفت، گفتش که اگه این اتفاق خوب برام بیفته به اون جایی که میخوام برسم دیگه با افتخار راجع به گذشتم حرف میزنم. اگه نه 100% میرسم ایشالله، چون به خودم اعتقاد دارم. ایشالله ایشالله که اینطوره، همینطوره. ازتون خیلی ممنونم بچه، خیلی محبت کردید.